نام خداوند و عرض سلام به خبرهای این ساعت آریانا نیوز با من احمد زبیر حبیب‌زاده خوش آمدید. برادر یکی از فرماندهان محلی در پکتیکا 7 طالب را کشت و 18 تن دیگر آنان را زخمی ساخت. مقام‌های محلی پکتیکا میگویند این فرد اولخان نام دارد و در ولسوالی گومل این ولایت که در قید طالبان بود با استفاده از فرصت بر طالبان حمله کرده و از نزد آنان فرار کرده است. اولخان میگوید طالبان مسلط در مورد کشتن وی مشوره میکردند که آنان را مورد حمله قرار داده است. اولخان برادر دریاخان فرمانده پلیس محلی در ولسوالی سوربی ولایت پکتیکا است که چند روز پیش طالبان مسلح او را ربودند و این میگوید طالبان مسلح در مورد چگونگی کشتن و این ریزنی داشتند که وی پیش قدم شد و پس حمله بر آنها از نزد آنان فرار کرد. دیده مشوره سره کړل چې دی چیرته یوسو چیرته حلال کو په کوم ډول یې مړ کو. هغه ذاتې وتوانېد د مافقاته مې لاس کړو، لاس مې بند و چې روا مې اخیستله، په دوی باندې مې سامه کړله، ټول مې هلته زت په هغه جای سام کړل. وی میگوید گرچه دستهایش بسته بود اما توانست از یک طالب پیکا را گرفته و 10 طالب را بکشد. وی میگوید پس از این اقدام توانست خود را به ساحه حکومت برساند. په دغه غون کمانډانان ولسوالان د خلکو په دغه به د ما په نظر 15 خل ما باندې په غټ ټیم کې لاړل او کلاس زخمیان کې پاتې سوی هغه هم پاتې کیږي نه. در شهر شرنه مرکز ولایت پکتیا شماری از ماموران حکومتی و مردم از وی استقبال کردند. سخنگوی والی پکتیا میگوید اولخان 7 طالب را کشته و 18 تن دیگر را زخمی کرده است. دمدین ممکنه په استفاده سره اولخان د وسلوالو طالبانو سره راخیستی ده، په دوی فایرونه کړی دي. لمړنی معلومات داسې دي چې په دغه برید کې و وسلوال طالبان وژل شوي دي او تر 13 نور ټپیان شوي دي. دی د وسلوالو طالبانو په موټر کې بیرته خپل ځای ته راغلی دی. در همین حال مسئولان قلوری 203 تندر در ولایت پکتیا میگویند در این رویداد 25 طالب مسلح کشته شدند. طالبان مسلح تیراندازی یک زندانی را بر طالبان در ولایت پکتیا تایید کرده اما ارقام ارائه شده از سوی مسئولان حکومتی را رد میکنند. شمار اعضای شورای ولایتی فاریاب از سقوط روستای هرچتو و 9 پاسگاه امنیتی در ولسوالی بلچراغ این ولایت خبر میدهند. آنها از احتمال سقوط ولسوالی بلچراغ در صورت عدم توجه دولت نگرانی دارند. با این حال عبدالکریم یروش سخنگوی پلیس فاریاب سقوط این روستا و 2 پاسگاه امنیتی در بلچراغ را تایید میکند. معاون شورای ولایتی فاریاب با نگرانی از احتمال سقوط ولسوالی بلچراغ میگوید به دنبال جابجایی نیروهای خارجی در این ولایت تحرکات طالبان بیشتر شده. او میگوید ارچتوی بلچراغ به دست طالبان سقوط کرده و 9 پسته امنیتی ولسوالی بلچراغ نیز به دست این گروه افتاده. صبغت الله سیلاب معاون شورای ولایتی فاریاب میگوید طی درگیری ها در بلچراغ تا کنون 8 نیروی خیزش مردمی جان باخته و 18 تن آنان زخمی شده اند. با طالب کمک آمد. اونجا نیروی دولت هم وجود نداره. از طریق خیزش های مردمی 27 پوسته در اونجا افراز شده بود که دیشب یک قریه به نام ارچتو با مای 9 پوسته سقوط کرد و یا 3 شب قبل هم 4 شب قبل هم در اونجا جنگ شده بود که 5 نفر از خیزش‌های مردمی شهید شدند. اما عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب تنها سقوط این روستا با 2 پسته امنیتی در فاریاب را تایید می‌کند. او می‌گوید تا کنون 5 مخالف مسلح دولت کشته و زخمی شده و عملیات برای بازپسگیری روستای ارچتو و پسته‌های امنیتی بلچراغ ادامه دارد. در منطقه هرچتو یک قریه است، در اون قریه 2 پوسته از خیزشان مردمی داشتیم ما که خیزشان مردمی خواستن که از تلفات جلوگیری شود و 2 پوسته را ترک کردن و یک نقطه مرتفع یک قطعه که آکم است بالای از اون قریه هرچتو اونجا سنگر گرفتن و فعلا هم در حال دفاعی در حال نبرد هستند. از سوی هم یک فرمانده نیروهای خیزش مردمی به نام دادولا در بلچراغ فاریاب گفته است که این نیروها در 5 روز اخیر 10 کشته و 19 زخمی دادند. این فرمانده نیروهای خیزش مردمی با انتقاد شدید از دولت میگوید تا
تا کنون هیچ توجه به وضعیت این ولسوالی نشده است. ستانه از باشندگان بغلان که از ساحه بالادوری شهر پلخمری ربوده شده بودند، امروز در یک عملیات مشترک امنیتی از ولسوالی بغلان مرکزی از چنگ آدم ربایان آزاد شدند. مسئولان امنیتی در این ولایت میگویند در ارتباط به این قضیه 5 تن بازداشت شده. به گفته منبع، از نزد این افراد چند میل سلاح نیز به دست نیروهای امنیتی افتاد. دو بانوی جوان در دو رویداد جداگانه در ولسوالی سانچارک سرپل با خوردن تیزاب اقدام به خودکشی کردند. پلیس سرپل علت هر دو رویداد را خشونت‌های خانوادگی عنوان کرده است. فرمانده پلیس سرپل میگوید یک بانوی 25 ساله به نام سلیمه باشنده روستای تقای خوجه پایین ولسوالی سانچارک با خوردن تیزاب دست به خودکشی زده که بنابر وخیم بودن وضعیتش به بیمارستان مزار شریف انتقال داده شده. در اثر نوشیدن تیزاب به شفاخانه سانچارک انتقال داده شده و چون تکلیف زیاد بوده و شفاخانه تنها کمک های اولیه را برشان اجرا کرده و بزرگ انتقال دادن به سانچارک به مدرسه بستر سرپل. در یک رویداد جداگانه یک بانوی 16 ساله به نام پروین نیز با خوردن تیزاب اقدام به خودکشی نموده است که هنوز زیر درمان قرار دارد. علت این رویداد خشونت‌های خانوادگی گفته می شود و بررسی‌ها در مورد قضیه آغاز شده. تیزاب خورده نوشیده بود که باز کمک دکتر شده و دیگر چون تکلیفش زیادتر بوده و شفاخانه شبرغان انتقال داده شده که الان تحت مداوا و تداوی قرار دارد. نسیمه آرزو، رئیس امور زنان سرپل، خشونت‌های خانوادگی، فقر و پایین بودن سطح آگاهی خانواده‌ها را علت بروز چنین قضایا عنوان می‌کند. زمانی که سرپل می‌شدن ما پرسان می‌کردیم که چرا شما به حساب و این هم چه عمل از شما دست انداختین، شما خودکشی می‌کردین، خودکشی حرام است. اونا می‌گفتن که پدر ما یا فامیل ما می‌خواهن ما را اجبارن و کس حق نکاح بکنن که هیچ رضایت خود ما در اون نیست، رضایت ما نداریم. با گفته مسئولان در ریاست امور زنان سرپل، از آغاز سال روان تا کنون 50 زن بنابر خشونت‌های خانوادگی و فقر با خوردن دوای مرگ موش و تیزاب اقدام به خودکشی کردند. شماره از فارغان صنف‌های 12 و 14 در ولایت بلخ برای راهیابی به بست‌های موقتی معلمی در سطح مکاتب این ولایت در آزمون رقابتی که از سوی ریاست معارف راه اندازی شده بود اشتراک کردند. رئیس معارف بلخ میگوید نزدیک به 4000 تن که بیشتر آن بانوانند در این آزمون اشتراک داشتند. اشراک کنندگان در آزمون رقابتی بست‌های موقتی معلمین در بلخند که بیشتر آنان را بانوان تشکیل می‌دهد، شمارشان به 4000 تن می‌رسد. جوانانی که این آزمون را سپری کردند، باشندگان ولسوالی‌های بلخ، نهرشایی و دیدادی‌اند و مسئولان می‌گویند از باشندگان دیگر ولسوالی‌های ولایت بلخ نیز در روزهای آینده آزمون عقد خواهد شد. صبغت الله مستقیم، رئیس معارف بلخ، می‌گوید پیش از این آموزگاران عقل زمه یا موقتی از میان آموزگاران رسمی گزینش می شد، اما حالا با استخدام افراد بیشتر در تلاش کاهش میزان بیکاری اند. سال ما یک ابتکار به دست گرفتیم که استادها، کسایی که از دانشگاه فارغ هستند یا حداقل 14 پاس هستند، اونا در مجموع بی سرنوشت هستند. یک زمینه بر از اونا زمینه سازی شده و فرصت داده شده تا اونا بتانند که حداقل یک وظیفه موقت به دست بیارن. در این حال برخی اعضای شورای ولایتی بلخ میگویند آزمون‌های رقابتی برای جذب جوانان تحصیل کرده در بست‌های معلمی باید به گونه شفاف و با در نظر گرفتن شایسته سالاری راه اندازی گردد. امیدوار هستم با همکاری همه نهادها به خصوص شورای ولایتی بتانیم ما شفافیت تامین کنیم و اعتماد اعتبار مردم بالای نهادهای دولتی به خصوص معارف ولایت بلخ بیشتر کنیم. شماره از اشتراک کنندگان نیز به این باورند که راه اندازی آزمون‌های رقابتی به گونه شفاف و استخدام افراد به اساس شایسته سالاری سبب کاهش بیکاری جوانان خواهد شد.
جوانای زیاد اینجا آمدن اشتراک کردن. اگر واقعا یک پروسه شفاف و واضح باشه و دقیقا هدف از اینا همی باشه که به مردم خدمت شود که تا معلمین واقعی در این سرزمین خدمت کنند. آزمون رقابتی برای جذب معلمان عقل زمه در بلخ در حال برگزار می‌گردد که کمبود اساتید مسلکی در مکاتب این ولایت یکی از مشکلات جدی معارف محسوب می‌شود. برای 17,000 بست 4 و 5 خدمات ملکی در کشور 220,000 تن با هم رقابت می‌کنند. میوند راهیاب کمیشنر کمیسیون اصلاحات اداری به خدمات ملکی میگوید این آزمون در 15 ولایت عقد شده و حالا برای انجام این ماموریت به شمال کشور آمدند. محمد زاکر نوری گزارش می‌دهد. هیئتی از کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و کمیته امتحانات کانکور و وزارت تحصیلات عالی به بغلان آمده تا آزمون 5600 تن را که برای 144 بست 4 و 5 خدمات ملکی با هم رقابت می نمایند عقد کنند. مسئولان از شفاف بودن آزمون و نتایج آن اطمینان داده می گویند برای 17,000 بست 4 و 5 در سطح کشور بیش از 220,000 تن که همه مسلکی و لسانسند شرکت کرده است. ما برای بیش از 17,000 بست در حدود 220,000 هموطن ما در سطح افغانستان در هفته های گذشته و میخواستم در هفته های آینده برای احراز بستا رقابت میکنن. در این امتحان چون رئیس به جمهور سر ما امر کرده ما مطابق طرز العمل کنکور خود امتحان میگیریم. انشاءالله یک پروسه کاملا شفاف است. نتیجه شما اعلان میکنیم در سایت اینترنتی خود ما مندازیم. آگاهان با توجه به افزایش بیکاری و فراغت جوانان از دانشگاه ها 17,000 بست در سطح کشور را بسنده نمیدانند. این بست ها فعلا کفایت نمیکنه و بسنده نیستند که ضرورت مردم ولایت بغلان و داوطلب را فراهم بسازند. چرا در 100 بس 6000 نفر اشتراک میکنند، همه لیسانس، همه تحصیل کرده. این نشان دهنده است که دولت ما هیچ استراتژی و پلان به خاطر اشتغال زایی ندارد. از سوی هم متقاضیان کار خواهان شفافیت بیشتر در نتایج این آزمون شده اند. تقاضای مهم است که امتحان بسیار به خوشی و شفافیت و هیچ واسطه بازی نشه و هر کس به حق اولیت خود کامیاب شود. مسئولان حضور دختران را در این پروسه پررنگ دانسته و گفتند تنها در بغلان 2500 تن برای دریافت کار شامل آزمون شده است. در آزمون رقابتی برای 211 بست خدمات ملکی و مکاتب در ولایت جوزجان 4500 تن شرکت کردند. شماره از اشتراک کنندگان این آزمون میگویند هرچند روند برگزاری آزمون به گونه شفاف سپری شد اما به گفته آنان در جذب افراد در بست های خالی مداخله صورت خواهد گرفت. فرید امینی گزارش میدهد. اینجا صف طولانی از جوانان تشکیل شده که برای اشتراک در آزمون رقابتی برای 211 بست در ولایت جوزجان آمدند. غازی محمد اندر عضو هیئت اعزامی از مرکز به جوزجان میگوید در این آزمون 4500 تن از جوانان از مرکز شهر شبرغان و ولسوالی ها اشتراک نمودند که 2445 تن آنان را به عنوان تشکیل میدهد. در ولایت جوزجان در حدود 211 بست خالی داریم و برای 211 بست در حدود 4500 نفر در پروسه رقابتی اشتراک میکنه و از این جمله 2450 نفر دختر هست یا طبقه اوناس هست و طبقه ذکور هست. در همین حال شماره از اشتراک کنندگان این آزمون میگویند از دخالت برخ افراد در جذب افراد در بسای خالی نگرانند. کل جا میبینیم امتحان بسیار شفاف است، بسیار دیگر قسم امنیتی و کس طرف حاضر هستند و امتحان فکر نکنم که تقلب صورت بگیرد. دیروز کارتای آیدی خود گرفته بودیم اما 100% مطمئن نیستیم که شفاف باشه. میشد مرکز کدام تغییرات بیاید، تغییراتی که مثلا برای ما خیلی تشویش ایجاد کردگی است. مثلا میشه که کسایی که در اوجه واسطه داره یا مثلا معرفت داره یا نسبت به دیگرا به اونا چی میتاد دیگه اونا. مسئولان میگویند تا اکنون در 22 ولایت افغانستان آزمون رقابتی برای جذب کارمندان ملکی برگزار شده و هیچ چالش سد راه این روند نبوده است.
ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی در تلاش گسترش مرکزهای فرهنگی در ولسوالی‌های این ولایت است. این اداره یک کتابخانه عامه را در ولسوالی خواجه عمری این ولایت ایجاد کرده است. باشندگان این ولسوالی این اقدام اطلاعات فرهنگ را در ترویج فرهنگ کتابخانی میان جوانان باعث خوشی و خوشنودی می‌دانند. نخستین اقدام ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی در گسترش مراکز فرهنگی در ولسوالی ها با گشایش کتابخانه عامه در ولسوالی خواجه عمری این ولایت آغاز شد. باشندگان این ولسوالی ایجاد این کتابخانه را در رشد و انکشاف فرهنگی جوانان این ولسوالی مؤثر می دانند. همیشه ما آرزوی را داشتیم که یک کتابخانه را در ولسوالی خواجه عمری افتتاح بکنیم و از طریق رسمی از طریق ریاست محترم اطلاعات فرهنگ باید افتتاح شود. ما خوشحال هستیم از این گپ. ایجاد از این کتابخانه ما امیدوار هستم که یک فرهنگ مطالعه در ولسوالی ما رواج پیدا کنه. ما جوانای ما بیاین اینجا مراجعه کنن، کتاب بخونن، کارمندای ما. در این حال رئیس اطلاعات و فرهنگ غزنی از روستانشینان این ولسوالی میخواند تا برای ایجاد یک کتابخانه بزرگ با این اداره همکاری کنند. حداقل اینجا آغازی بسیار خوبی بود بخاطر روش و ترویج فرهنگ مطالعه. و ما وعده می سپاریم که در ولسوالی خواجه عمری و زودترین فرصت یک کتابخانه عام به سطح ولسوالی می سازیم. فقط منتظر استیم که مردم شریف ولسوالی خواجه عمری برای ما زمین در اختیار بگذارند. از سوی هم رئیس شورای انکشافی این ولسوالی وعده می دهد که امکانات را برای تأسیس مراکز فرهنگی در اختیار آنان قرار خواهند داد. امیدوار استیم که یک ساختمان بسیار خوبش به اصطلاح که بتونه عرصه کتابخانی رو در ولسوالی خواجه عمری بهتر سازد. امیدوار هستیم که اعمار شد. به گفته مسئولان اطلاعات و فرهنگ غزنی قرار است در آینده در تمامی ولسوالی های این ولایت چنین کتابخانه ها ایجاد شود. تا چند روز دیگر شهر مزار شریف میزبان هزاران مهمان داخلی و خارجی خواهد بود که برای تفریح و زیارت به این شهر سفر میکنند. شمار از دکانداران رسته شیرینی فروشی مزار نیز برای عرضه شیرینی های مخصوص بلق به مهمانان نوروزی از روزهای قبل آمادگی گرفتند. با نزدیک شدن به جشن نوروز و میله گل سرخ در بلخ، هر روز صدها تن به هدف تفریح و زیارت از ولایات مختلف افغانستان و کشورهای بیرونی وارد شهر مزار می شوند. برای پذیرایی از این مهمانان، نهادهای مختلف در بلخ، خانواده ها و حتی دکانداران از هفته ها قبل آمادگی می گیرند. دکانداران رسته شیرنی فروشی در مزار میگویند حلوای کنجد، نبات، شیرپیره و حلوای پشمک از جمله شیرنی های مشهور بلخ است که در بازارهای این شهر به مشتریان و ویژه مهمانان نوروزی عرضه میگردد. معمولا نمی افمیوه است فعلا پیش از نوروز مردم افمیوه تر میکنند. بعد از اون مهمان ها که میاید اگر معمولا یعنی الگوی کنجد و همین بعضی چیزها را میبرم. حسابی همین که خود ما تیار میکنیم قبیل شیرپیره است، کنجد الواز، نبات است. همین چیزها زیادتر مشهور است، همین برشان زیادتر جور میکنیم که به خیر میمونا پیش ما راضی باشه. برخی دکانداران میگویند به دلیل بروز تنش‌های سیاسی و افزایش ناامنی بازار کارشان رونق خوبی ندارد. مغز بادام است، سنجد است، هما است، به همتاران عزیز خود و شهروندان مسافرین شهر کابل، از هلمند، هرات، هر جای هستن شیرپیره است، نبات است. یک کموتون یک ذره علوا و یک ذره شیرپیره و این چیزا که دست خالی نره این به اصلاح پیش اولادا و دیگه و دیگه یک ذره سوغاتی گرفته بگاریم. شماری از دکانداران در شهر مزار میگویند فروش میوه خشک با نزدیک شدن سال نو خورشیدی بیشتر شده، زیرا برخی خانواده ها به استقبال سال نو هفت میوه آماده می کنند. یک جمنازیم ورزشی در ولایت تخار که 3 میلیون افغانی برای ساخت آن مصرف شده مورد بهره برداری قرار گرفت. مسئولان محلی تخار میگن این جمنازیم به شکل پخته و اساسی و با معیارهای جمنازیم های ورزشی ساخته شده است.
ورزشکاران و علاقمندان ورزش اینجا از بحر گشایش نخستین جمنازیوم میاری ورزشی گردی هم آمدند. ولی تخار میگوید که گشایش این جمنازیوم ورزشی میتواند مشکلات ورزشکاران را از بحر نبود جای مناسب حل سازد و مسابقات و برنامه های ورزشی در سطح زون و افغانستان را اینجا پذیرایی نمایند. امروز ورزش به صنعت تبدیل شد. امروز ورزش به تولید تبدیل شد. امروز ورزش سبب شده که اقتصاد کشورها و اشخاص و افراد و فدراسیون ها حتی کشورها را بلند بده. مسئولان آمریت ورزش این ولایت میگویند هزینه این جمنازیوم ورزشی نزدیک به 30 میلیون افغانی است که از سوی ریاست عمومی تربیت بدنی کشور پرداخت شده است. آمر ورزشی تخار میافزاید که پیش از این بنابر نبود جای ورزشکاران با مشکلات زیادی روبرو بودند. ورزشکاران تخار که در چند سال اخیر دستاوردهای خوبی را از میادین ملی و بین المللی داشتند میگویند که با ساخت این جمنازیوم ورزشی اکنون میتوانند مسابقات بزرگ ورزشی را در سطح زون و بالاتر از آن برگزار کنند. سپاسگزارم از همراهی تان با خبرهای این ساعت.